کشف سیاره‌ای در گرداب کیهانی. نشونه های عبور یه سیاره از جلوی ستاره‌ای در خارج از کهکشان راه شیری شناسایی شده که دانشمندان میگن با این یافته دریچه‌ای به سمت کاوش سیاره های فراخورشیدی توی فواصل خیلی دورتر از گذشته باز شده. کهکشانی که این سیاره جدید در اون شناسایی شده مسی 51 یا همون M51 نام داره. این کهکشان مارپیچ به اسم کهکشان گردابی هم شناخته میشه. همراهان تکسون تیوی سلام. کمربندهای خودتون رو ببندین که باز میخوایم یه سفر به کهکشان ها داشته باشیم و ببینیم سیاره جدیدی که توی گرداب کیهانی کشف شده کدوم سیاره است. ولی لطفاً قبل از شروع ویدیو کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. سیارات فراخورشیدی. سیارات فراخورشیدی به طور کل به سیاراتی گفته میشه که خارج از منظومه شمسی قرار دارن. تا الان تمامی سیارات فراخورشیدی کشف شده توسط ستاره شناسان درون کهکشان راه شیری قرار داشتن و همه اونها توی فاصله کمتر از 3000 سال نوری از زمین بودن. سیاره فراخورشیدی که در کهکشان M51 شناسایی شده 28 میلیون سال نوری از زمین فاصله داره که بسیار دورتر از بقیه سیارات فراخورشیدی شناخته شده است. کهکشان گرداب. کهکشان گرداب از معروفترین کهکشان‌های نزدیک به زمینه و به سبب شکل خاص خودش نخستین کهکشانی بود که اخترشناسان اونو توی دسته کهکشان‌های مارپیچی جای دادن. ساختار مارپیچی این کهکشان توجه ستاره شناسان زیادی رو به خودش جلب کرده. کهکشان گرداب حدود 100 میلیارد ستاره داره. اسم این کهکشان رو به صورت مخفف M51 هم میگن. کهکشان M51 یا گرداب چشمه های متعدد پرتو ایکس داره که اکثر اونها منظومه های دوگانه پرتو ایکس هستن. یعنی منظومه ای متشکل از دو جرم آسمانی. اولی یه ستاره نوترونی یا یه سیاه چاله و دومی ستاره ای که حول اون میچرخه که همیشه اولی مواد دومی رو جذب میکنه. میدان گرانشی ستاره نوترونی یا سیاه چاله مواد ستاره در حال گردش رو با شتاب به سمت خودش جذب میکنه و نتیجتاً دمای اون چنان افزایش پیدا میکنه که در اون چشمه انتشار پرتو ایکس ایجاد میشه. شناسایی سیاره جدید در کهکشان گرداب. استراتژی که ستاره شناسان برای شناسایی این سیاره جدید استفاده کردن جستجو به دنبال سیارات بالقوه در طول موج‌های اشعه ایکس بوده. اونها این نتایج جدید رو بر اساس روش گذر سیاره از جلوی ستاره به دست آوردن. توی این روش شناسایی سیاره به این صورته که سیاره در حال عبور از جلوی ستاره اجازه عبور نور ستاره به سمت ستاره شناسان رو میگیره و اونها میفهمن که سیاره ای از جلوی ستاره عبور کرده. اندازه سیاره جدید کشف شده. ستاره شناسان توی کهکشان M51 بر روی یه جفت ستاره دوگانه تمرکز کردن و تونستن شواهدی پیدا کنن که احتمال میدن نشون دهنده وجود یه سیاره باشه. اشعه ایکس ساطع شده از این جفت ستاره توسط تلسکوپ چاندرا مورد رصد قرار گرفته و ستاره شناسان فهمیدن که این اشعه توی بعضی مواقع تا حد صفر کاهش پیدا میکنه. ستاره شناسان تخمین زدن که این سیاره احتمالی اندازش تقریبا برابر با سیاره زحل باشه و فاصله اون از ستاره مرکزی نوترونی و یا سیاه‌چاله مرکزی این سیستم دوگانه دو برابر فاصله زحل از خورشیده. تأیید وجود این سیاره کار خیلی سختیه چون با در نظر گرفتن فاصله‌ای که این سیاره از مرکز منظومه خودش داره گذر مجدد اون از جلوی ستاره‌های مرکزی حدود 70 سال دیگه اتفاق می‌افته. البته عدم قطعیت موجود در محاسبات مربوط به اندازه و مدار این سیاره احتمالی هم تأیید مجدد اونو با مشکل مواجه میکنه.
ستاره شناسان این احتمال رو هم مطرح کردن که شاید قطع شدن اشعه های ایکس ساطع شده توسط این سیستم دوگانه به خاطر عبور سیاره نباشه، بلکه ابری از گاز و گرد و غبار جلوی اشعه های ساطع شده رو گرفتن. البته این احتمال خیلی ضعیفه، چون مدل سازی های انجام شده بیشتر نشون دهنده این واقعیته که نشانه های کشف شده مربوط به عبور سیاره است. حالا شما به ما بگین، آیا میدونید قطر کهکشان M51 چقدره؟ جرم کهکشان گرداب چند برابر جرم خورشیده؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.